این کیه؟ سلام، تنتا؟ چی کیه؟ این فامیل عروسه. کوچولو. این بچه هست. خب پس کو خود کورتوا کو؟ الان میاد، ایه الان میاد. سلام تمام. سلام. کورتوا؟ سلام. این چه بله بله. سیمیلیه؟ کجا با رفته بودم سیبیلامو درست کنم. کورتو شبیه هیتلر شد. این های خوبه. هیتلر، های هیتلر. خب آقا وایسید، تتا و گوسفنده رو خارج کن. وسط دادگاه صدا گوسفند میاد، به یکی میگه ب. تنتا صدات نه. اصلا دیگه نمیاد. چیکار کردی با صدات؟ من نمیدونم. ببینم از کرتو چه خبر؟ بله. شلوار تو ندوختی؟ تا هند رفتی شلوار تو ندوختی؟ دوخته نشده هنوز؟ نه بابا، وسط پاره است. ده استک دایموند خب داشتم لطفا دادم. سر جاتون بشینید، جلسه شروع کنید. اوه اوه، قاضی هستن ایشون. وایسا ببینم بله بله کرتو، بیا اینجا یه دقیقه قبل از اینکه چی. بله بیا اینجا، واقعا میخوای طلاق بگیری؟ بله بی درد نمیخوره دیگه. چرا به درد نمیخوره؟ به درد نمیخوره دیگه، خجالت بکش. رفتش دیگه. جمعا تو یک ماه با هم ازدواج کردی، یک ماه هم نشد، از کجا فهمیدی به درد نمیخوره؟ خودش رفت دیگه، خودش گفت من میخوام. خودش میگه طلاق میخوام؟ بالا بالا. ببین باش چیکار کردی تو با اون سیبیلات، انقدر که مدل سیبیلات رو عوض کردی. این چه سیبیل هیتلری یه زدی؟ سیبیلون خیلی خوبه. آره عینکش سیبیل نداره موهاتم اصلا. برن. بابا سیبیل داره، نمیبینی؟ عینکش من عینک سیبیل نمیبینم. برکار عینک نمی. تو یه چیز، تو کوری فکر کنم. اوکی بیا نه راست دادگاه شروع میگه، کنیم. سیبیلش درسته. خب تنتا رو صدای آقای هنجره، آقای وکیل. تنتا تنتا فوت شد. تنتا سلام، اوکی الان یکم بهتر شد حالا، ولی دیشب خوب بود. چی کار کردی بابا؟ دست نزن با. خب بیا بشین بغل من وکیلتم. بشین، بله بله. هر موقع صدامو کردم میریم تو جایگاه. فقط گفتن که شما وزنتون زیاده، رو صندلی سنگی بشینین. پینات کدوم شخصیت اینا گفت؟ نمیتونم باید چی کار کنم. امروز که رفتم استوری وزنم رو گرفتم زایتون کردم، میفهمید بی شخصیت. خب شاهدین همه بشینید، این بیز بشینید. خوش اومدین به جلسه اول دادگاه طلاق کورتوا و زینب. اول اینکه بچه تون رو میخواین هزانتش رو کی سرپرستی به عهده بگیره؟ تو بچه دار بله. شدی؟ بله بله. این بچه تونه؟ بله. این بکی اون به خاطر همین دیگه. چرا اینقدر به همین؟ به خاطر این میخوای طلاق بگیری؟ به خاطر همین. بله. راست میگی، شبیه کیه خب؟ شبیه خودشه، ماسکشو برداره شبیه همین. واقعا؟ بله. وای راست میگی، منم بودم یه دقیقه با این زندگی نمیکردم، با این قیافه بچه. بیا 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 من ازت دفاع میکنم. الان بچه رو میخوای یا نمیخوای کورتو؟ نه من نمیخوام، به خاطر همین میخوام بدم. اوکی باشه بیا بیا. خب بفرمایید. یه ماه بچه داشت. آقای کورتوا، مطمئنین که میخواین زنتون طلاق بدین؟ 100%. اگه میخواید تو جایگاه بیاد صحبت کنه، من به عنوان وکیل مدافعش میتونم بیام تو جایگاه. بله بیان تو جایگاه صحبت کن. برو کورتوا. جایگاه اینجاست. بله بله اینجا روی سنگه، باشه رو برو اینا. بله. خب آقای تنتا شما بفرمید، به آقای قاضی بگید. الان صدا اوکیه؟ نه تو صدا اینطوریه تنتا. تنتا دست بزن بهش، نمیدونم مثلا مثل دیشب بذار. چیکارش کردی؟ ایشون که اینا فکر کنم فامیل عروس این پیشی. بفهمید بشینید، بفهمید بشینید. اینا همه شاهد. آه خب خب آقای قاضی، اگر میشه من صحبتامو ارائه بدم، بعد در ادامه صحبت های فامیل عروس هم میشه بیم واسه دفاعیه.
موکل من آقای کورتوا کورتوایی. بله بله. بله. بسیار مرد شریفی هستن. ایشون عاشق زینب بودن. ولی به دلیل اینکه زینب اونو فریب داده. لاولو مرسی واسه دایتت خوش و دست دل خواهش میکنم و چی بهت مهربون مرسی آقای قاضی وکیل من با این خانم ازدواج کرد از روز اول ما گفتیم ماسکتو بردار ایشون یه بارم جلوی ما ماسکتو بر نداشت بچه دار شدن بچه رو ببین قیافه رو ببین اصلا این شبیه کردو هست معلوم نیست اصلا بچه کی هست شبیه مادر است. تهمت نزنید. نه ما تهمت نمیزنیم آقای محترم. داریم توهین هم نکنید به قیافه برقی. آقا خب کورتوا بیا وایسا. آقای محترم کورتوا بچه میخواد که زیبایی مادر و زیبایی پدر رو به ارث برده باشه. این اصلا کیه این به کی رفته؟ نگوی خانوم اونو فریب داده این فقط ماسک میزده. بله بله. این حتی سیبیل هم نداره من به دنیا اومدم سیبیل داشتم این از اون اول کورتوا از اون اول چیز داشت سیبیل داشته مگه نه کورتوا اول سیبیل بوده بعد دست و پا در آورده به چهره مظلومه این خانم نگاه کنیم بهش نیاد این مظلومه این ماسکشو برداره آره شما زیرا ماسک نمیدونی چه خبره کورتوا خب شاید خجالت میکشه خب چرا ما رو گول زده همین آقای تنتا که بغل دست شما نشستن شاهد بودن روز عروسی بله بله همه شاهده کورتوا خود توضیح بده چه رفتاری زشتی داره کی همین آره این ماسکشو بر نداشته زمان من نفهمیدم چه شکلیه این فکر کرده این شکلیه باش ازدواج کرده بله بله من میتونم یه صحبتی داشته باشم بفرمایید آره بهتری بگو خب من وکیل خانم زینب هستم و میخواستم بگم که این خانم مشکلی ندارم با طلاق ما اوکییم با این بس فقط با هم مهریه ای که آقای کورتوا گفتن و تحویل ما بدن آقا وایسید یه لحظه آقای قاضی من میتونم صحبت کنم آقای کورتوا شما مگه بچه دار نشدین پس چطور چهرهشو ندیدین خب ماسک بله؟ زده توضیح بده کورتوا بله بابا همش میگه بله بهش بگو این ماسک میزده تو ندیدی از این ماسک میزده من اصلا نفهمیدم چی گیر بایست اینقدر تکون نخور بایست صاف قشنگ ببینید آقای قاضی ایشون در کل طول زندگی که اینا داشتن فقط ماسک میزده و کورتوا اصلا این قیافه اصلی ایشون رو ندیده آقای قاضی من نمیدونم به اون وکیل ایشون که میگم ما مهریم کامل میخوایم این زینب خانم کلن دو هفته هم از خونه گذاشت رفت بیرون ایشون بله عدم بله. تمکین زد مگه نزدی کورتوا عدم تمکین نه همیشه چیز زده نشد چرا زده؟ بله 100 درصد زدی بعد همه تمکین ها آقا یه سوال میشین من بپرسم من ته این صحبت های اینا یه دفاعیه ای بگم که تو خونه نبیده اول از همه خانم زینب در قصر حضور داشتن و در اینجا زندگی میکنن آقای کورتا ولشون کرده بودن و رفته بودن نمیدونم حالا من اعتراض دارم من باشون بودم آخه اون مدت رفته بودن جهنم گذاشته بودن اصلا رفته بودن ایشون دیوونه شدن بخش دارم مدارک رو یک لحظه ایشون دیوونه شدن رفته بودن جهنم صبر کنید دفاعش تموم شد آقا یه دقیقه دفاع نکنید من گوسفندا رو بیرون کنم صداش رو مغز و اعصابم رفت دیگه وایس با تشکر کن ای با با وسط دادگاه با خب تمام آخه خب بفهم داشتم میگفتم ایشون دیوونه شده بودن آقای کورتا و گذاشته بودن رفته بودن اصلا یه جا به اسم جهنم منم حالا رفتم کمکشون تا پیداش کنم به خاطر خانم زینب زندگی دارن ما بهشت رفته بودن همون و اونجا هم یه زن دیگه گرفته بودن همون خانم که وکیلشون هستن میدونن در جریانن و اینکه ما از لحاظ مهریه ثابت کنیم آقای قاضی اعتراض دارم میتونم میتونم ما رو گوی بکنم آقای قاضی من میتونم صحبت کنم آقای قاضی شما
نه فعلا. خب آره تو میتونی. آقای تدا صداتون نمیاد اگه دارید صحبت. صدات خراب شد. این مدرک مدرک. اوکی زیاد داد میزنی فکرم صدات خراب میشه. کورتو وایس تو انقدر تکون نخور. همین تکونان میخوری دیگه. بله ببار. آقای قاضی من الان نوبت منه دیگه. به عنوان وکیل مدافع. صبر کنین اینجا. خب مهریه 3000 تا بلاک دایموند. اوله کورتو هم موقع که داغی بهت میگم الان میخوای تو کجا در بیاری 3000 تا بلاک دایموند. ببخشید 30000 تا. 3000 تا آقای قاضی. 30000 تا. 30000 تا آقای قاضی. ما اینجا شاهد داریم آقای ایویز شاهد. بله بله من شاهدم. بله 3000 تا گفته بودم. آقای تنتا به نظر من شما یه بار رو حنجرتون رو از برق بکشید دوباره وز کنید چون صداتون نمیاد. صداتون قطع وز میشه. هم شما هم آقای کورتو مثلا که پای قرارداد امضا کرده بودن که 30000 تا. حالا آقای الان نوبت من صحبت کنم. من نمیدونم چرا نمیذارید من صحبت کنم. با من وکیل مدافع باید الان حرف بزنم. اصلا من اعتراض دارم به خود شما. بله بفرمایید بفرمایید. تو گوشه جلسه رعایت کنید. شما ساکت باش. خب آقای قاضی یک مدیر است. همونطوری که شما اطلاع دارید موکل بنده گفتم حدود 2 ماه پیش با این خانم زینب ازدواج کردن. از اون روز اول ازدواج اینا شروع کردن گول زدن این کورتوا. کورتوا یه دل نصد دل عاشق این شده بود. اینا گفتن نمیدونم ما الماس کوه نور میخوایم، گوسفند RGB میخوایم، اینو میخوایم اونو میخوایم و ما همه رو تهیه کردیم برای اینا. خب بعدش اینا رو که بهشون دادیم اومدن سر مهریه. همین زینب خانم که الان خوشو زد به مشمارده اینجا ایشون مگهش گفت که کورتوا بیا اول بابای منو بکشیم که از همون مهریه نگیره و من مهریه رو به تو میبخشم. مگه نه کورتوا؟ بله 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 گفت بیا بابام بکشیم. آره گفت که من مهریه‌مو میبخشم و از 30000 تا اوورد به 3000 تا بلاک دایموند. خب آدم کشتیم؟ نکشتن. این پیشنهاد داده بود. من اینو بنویسید اینو یادداشت کنید. آره اینو یادداشت کنید. و اینکه آقای قاضی ایشون گذاشت یک هفته رفت خونه باباش کورتو عدم تمکین زد و خب روش تاثیر گذاشت رفت بهشت سر گذاشت به بهشت. وقتی بچه به دنیا آمد و دید بچه این شکلیه کلا روانی شد. آخه این چه شکلیه؟ رفت بهشت. این حتی سیبیل و مو هم نداره. اینا از نوزادی سیبیل و مو دارن تو خانواده گیشون. شوخی شوخی بدم که از رفت تو اومده قلبم شبیه غفلم شد بیسی آقا سیگه شریک قلبم شد یه جاله یه مدلم تنگه چون ممنونم. بعدم آقای محترم مرسی آقا سیدو چی بهت. در زبان هندی 30000 تا بلاک میشه 30 تا استک دایموند. اینا اینو نمیدونن. بله بله همون موقع باید اعلام میکرد. ما اعلام کردیم ایشون وقتی داغ عشقن زینب خانوم پیشنهاد قصر پدرشو به آقای کورتوا میده و کورتوا انقدر مرد بود که گفت من این کارو انجام نمیدم. مدرکی دارین که بله ما روز عروسی ویدیو گرفتیم. ما روز عروسی ویدیو گرفتیم کانتاکت تو استک همین الان. آقای قاضی ایشون داشتم میگفتم اون 2 هفته حالت جنون بهش دست داد وقتی قیافه بچردید و گذاشت رفت به بهشت و داشت دیوونه میشه اونجا با یه مرده ارتباط برقرار کرده بود با یه روح. فعلا صحبتی ندارم. صحبته وکیل ایشون زینب خانم اول ترک کرد. بفهمید آقای تنتا خب اول از همه باید بگم که این قضیهی که آقای کورتوا رفت خود شما هم بودین. خانم زینب تو قصر بود که وقتی که آقای کورتوا رفت و اون موقع حتی بچه به دنیا نیومده بود. اگه مدرکی دارین که میگه که بچه به دنیا اومده بود و خانم زینب بچه رو برداشت شما چه مدرکی دارید که بچه به دنیا نیومده بوده؟ آقای قاضی هم با ما بودن وقتی که رفته بودیم. نه جهنم. شما مدرک اینو نشون بدید که اون حامله بوده اون لحظه. ما اصلا نهیدیم اصلا شکم ایشون ما چیزی نهیدیم.
خب بچه ایشون خیلی یه دفعه خب بچه یه دفعه بچه رو ببینی اصلا آفرین وکیلش به موضوع خیلی چیزی اشاره کرد. بچه یهو از کجا در اومد اونم با این قیافه؟ دقیقاً اصلا این بچه اونم با این قیافه اسمش هم ایلانه. اون ایلان کجا؟ این ایلان کجا؟ هیچ چیش به کورتوا نرفته. دقیقاً ما بگیم به کورتوا رفته. ممکنه همه اینا صحنه سازی باشه به خاطر اینکه بخواد پول بچه‌م بگیره. نه ما پول بچه رو نمیخوایم. ما 30,000 تا پول خود 30,000 تا نبوده. اون 30 تا استک داریم امروز. زبان هندی 30 تا نه 3,000 تا. بهتره قبل من خودم هندی بلدم. یک شوهر هندی ازدواج کنه زبونش رو یاد بگیره زینب خانم. شما امضا کردین. خود شما هم امضا کردین. شما که هندو نیستین. نه خب من کورتوا بهم توضیح داده بود. به زینبم توضیح داده بود. آقای قاضی من مدرک دارم. آقای قاضی وقت من هست. کجا رعایت کنید؟ کورتوا مثل آدم هست. آقای قاضی ایشون اگه همچین چیزی هم بوده باشه و به زبان هندی 30,000 تا میشده 30 تا ایشون کلاهبرداری کرده چون که به موکل من نگفته بودن که همچین چیزی هستش. این خودش یه کلاهبرداری میشه اگه همچین چیزی هم باشه. غیر از این آقای قاضی. آقای قاضی آقای قاضی چیزی که تو این اینجا آقای قاضی آقای قاضی داریم از دست میدیم متاسفم. آقای قاضی بشوی آب خنک بدید شاید حالی. آقا استراحت اوله دادگاه است. یه نفس داشته باشیم. بله خواهیم تنفس. کورتا بیا 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 بیا. بله منم یکم حالم بد شد. اوکی بیا کورتا. بله بیا بیا اینجا. ببین زمانی که ما کوه نور رو به اسم اون به اون دادیم شناسنامه کوه نور به اسم تو خورده. فهمیدی؟ یعنی ما الان میریم میگیم که کوه نور رو باید بده به ما. نکن آقای وکیل دفرستی. آره فهمیدی؟ بعدم اونجا زبون داشته باشه خودت دفاع کن. فیل اسم ایسی باید دارم که بگو اصلا این بچه کجا در اومده؟ اون اصلا بچه من شه. آره بگو این کجا شبیه من علیکی مینازید گردن من. بگو این بخاطر این پول اضافه بگیره از ما داره میگه این بچه منه. بله آره چی شده؟ تاپ ما چی شده؟ تاپ ما فیلس فیلس خدا بگم چی از غص اینقدر دارم وسطتون. تنفس تموم شد. بیا بیا کورتوا دانم فیرلس به مرسی واسه دایتت. آقای چنتا شما رو با اونجا بشید باید بیاد اینطوری رو بروی من اونجا باشید. بنده یکی از اعضای چیزم هستم هیئت مدیره. خوب خریدنی. نه آره؟ منده تو این چیز تو این رای نظری نمیدم فقط جای خودم نشستم. اون دو نفر نظر میدم. آقای قاضی میگم وقت تنفس تموم شده خودشون هنوز تشریف نمیارن. خودش هم دارن تنفس می اقوزی صاف بایسته اینقدر تکون نخور. دستشویی دارم دستشویی دستشویی دیگه وای بودو دستشویی داره دو ساعت بایسته اینجا. خب مرسی مرسی ده کیه مرسی با صدایتت موزی هر تو کی هستی او چی بهت مرسی خفن. ببخشید آقای قاضی من موکرم الان تشریف میارن یه مورد اورژانسی پیش اومد. آقای تنتا آقای تنتا من آمدم. چرا همه اینطوری شدن؟ الان یه سندی به دستم رسید. بله که نشون میده که تست دی ان ای بله ایلان بچه زینب و کورتوا. بله منم ببینم جلی اون. ببینید آقای این... پینوکس آقای قاضی من یه توضیح این چی کارم
مگه نرفتی الان دستشویی یه تکون نخور دیگه؟ دیوونم کردی. بله بله. آقای قاضی، طبق مدارکی که من دارم، این مدرک رو شما بگیرید. اینا 2 ماه پیش ازدواج کردن. این بچه تو این 2 ماه اصلا روند چیز 9 ماه فقط باید تو شکم مادر باشه. چطوری این بچه تو 2 ماه به دنیا اومده؟ بعد این قدم رشد کرده. آقای قاضی وقت دفاع میکنم. هنو وقت شما نیست، من باید صحبت کنم. آقای قاضی میفهمه چرا انقدر کوچیکی به من نمیخوره؟ راست میگه. بیا آقای ما بچه‌دم اومدم، فامیل من. بیا تو، بیا تو. خیر آقای قاضی وقت دفاع میخوام. شهداب نخه، شهداب با من چیزه، وقت دفاع میخوام. ایشون به عنوان شاهد برای ما پول منو بده. بیا آقای قاضی، ایشون به آقای کورتوها مواد میده. آقای قاضی اینا همش سرسازیه. آقای قاضی دروغ میگه. من دیگه برو بیرون. آقای قاضی میشه به من گوش کنید؟ آقای قاضی دبیل کورتوها اومدش داخل دستی گفت به من مواد بزنید. دروغ میگه. دیدین آقای قاضی؟ آقای قاضی الان باید چیزی بید من صحبت کنم. نوبت من بود. نوبتی شما الان صحبت کن. نوبتی نه خیلی، نوبتی من بود. حرف من تموم نشده. بزنید حرفشو تموم. بزنید من دیگه دروغو آقای شهدو بفهم. آقای قاضی من از شما بشین. آقای شهدو بفهمید. آقای قاضی من اعتراض دارم. اینا همه ساختگی به خاطر که بخوان این کورتوهای ببینید به قیافه معصوم این کورتوها نگاه کنید. به سیبیل هم نگاه کنید. به این کورتوها میخوره. آقای قاضی من از شما درخواست اجازه آزمایش دارم. آزمایش بده مشخص میشه دیگه اگه اعتیاد داشته باشه. آزمایش بده. اگه اعتیاد نداشت من درخواست غرامت دارم از آقای وکیل و زینب خانومی که این پاپوشو برای ایشون درست کردن. خب آقای قاضی من میتونم صحبت کنم؟ تایم من هست. پس به ما اجازه آزمایش رو میدین آقای قاضی؟ اینو من تعیین میکنم. خب این داره مواد میفروشه تو دادگاه. آقای قاضی ایشون کارشون اینه. حالا یعنی چی کارشون اینه؟ برو بیرون میدین. حراست لطفا نکنین دیگه دوست عزیز. خب آقای قاضی اول از همه ما باید بگیم که ایشون علاوه بر این که مواد استفاده کنن ایشون یک جنونی هم دارن. الگوی ایشون آقای هیتلر نما کنید ببینید سیویلشون رو. آقای هیتلر کی بود؟ کسی که هزاران نفر رو کشت. ایشون هم جنون دارن. معلومه اصلا. از من یه صحبت از... داره. نوبت من آقای قاضی میشه بگید. آقای قاضی سکوت را رعایت کنید لطفا. باورم نمیشه. بعد اینکه ایشون از قبل با زینب خانم رو گول زده بودن، وارد روستاشون شده بودن. اصلا طریقه آشنایی ما با اون روستا هم اینطوری بود که آقای کورتوها رفته بودن اونجا و چند وقتی اونجا حضور داشتن. حالا ما نمیدونیم تو اون مدت چطوری بوده. و چه اتفاقاتی افتاده؟ نه آقای محترم، نظم دادگاه رو بذارید ایشون بیان بگن. آقای محترم یه لحظه. آقای قاضی چی بالاتر از خب آقای قاضی میتونم من صحبت کنم؟ بسه نمیدم. بیا با من باش. بله میتونیم. این ویز بیا با من ببینم. این ویز بودو پیشی هم بیاد. خب نشست. آقای قاضی هیچی بالاتر از آزمایش خون نیست. من از شما، من اینقدر به ایشون اعتماد دارم، آزمایش خون بگیرید. اگر 1% اعتیاد داشتم من تمام و کمال مهریه این خانم رو خب بفرمایید. آزمایش تست دخانیات انجام میشه برای آقای کورتوها. بله. و تست روانی. همین دخانیات روانی. بله. اگه تایید بشه که بعد مهریه رو کامل پرداخت کنن و به علاوه اینکه جنون داشتن و مثلا همه گناه تقصیرشون میشه. بله. آقا بیشتر پرداخت کنن. میشه من یه چیز بگم؟ آقا قاضی میشه شاهد ما صحبت کنه؟ شاهد ما نیاز به صحبت داره. آقا قاضی بفرمایید. بله بفرمایید. شاهد ما صحبت کنه؟ این آقای کورتا بفرمایید صحبت کن. بله بله. این آقای کورتا اینقدر تو سرش بود که هیتلر بشه. ای میگفتش من چیکار کنم؟ من گفتم بیا از اینا بگی میزنی میری فضا اصلا هیتلر.
مرسی مرسی محمد لایف، خیلی متشکرم، مرسی واسه دونیتت، خوش اومدی عزیز دلو، چی بهت مهربو، مرسی امیر تاجیک پا، خیلی ممنونم، چی بهت خفن. خب آقای قاضی اوکی برو ترتا دیمه تمه، ایشون داشتی چیزی میگفت، ایشون داشت به این یه چیزی یاد میداد آقای. نه آقا ایشون مگه بچه هست؟ مگه دوازده سالشون آقای؟ آقای قاضی میشه اول به این آقای مواد فروش بگید یه جا بشینه با اون قیافه ترس نشه؟ یه لحظه یه لحظه. خب بفرمایید آقای قاضی، الان حق صحبت با کیه؟ الان حق صحبت با خودمه. نتیجه آزمایش اومده؟ بله. آزمایش دخانیات منفی، ولی ایشون مقداری روانی هن. بله درست صحبت کن. لطفا از این کارا در دادگاه. آقای قاضی این چه طرز صحبت کردنه؟ ایشون اصلا روانی نیستن، اون مقدارش هم همه مردم جنون دارن، هیچ انسانی سالم نیستش. شما از خود زینب خانم بپرسید، این نه تا بهار دسته بزنی داشته نه چیزی، تازه جونش هم واسه این زینب میداده. من اگه بخوای تمام مدارک موجوده که ایشون به من اصرار میکرد هر چقدر این میگه بهش نمیدونم مهریه بدین، هر چی میخواد براش فراهم کنین. و یک چیز دیگه، اول ازدواج ایشون از ما یک عدد گوسفند RGB و الماس کوهنور رو خواستن که ما اونو هدیه دادیم، ولی شناسنامه الماس کوهنور به اسم آقای دویله و ایشون بعد موقع طلاق اونو پس بدن که الماس کوهنور رو تخمین زدن و مبلغش به 30,000 تا دایموند میرسه. خودتون دارین میگین هدیه است، یعنی هدیه است، شناسنامه داره، هدیه داده، مثل اینه که یکی برای شما یه طلایی بگیره بعد بگه که شناسنامه دفاع میخواست. آقای قاضی وقت دفاع. آقای قاضی اون الماسی که میگویند و من خودم شناسنامه‌شو زدم و اگه ببینید بفهمید شناسنامه‌ش به اسم خود بنده هستش. بفهم دروغ میگن، ساختگیه. خودم درست کردم اون الماسو، چون بلد نبودن درست کنن، بنده براشون درست کردم. بفهمید ببینید شناسنامه دست من آقای قاضی، ایشون دارن علکی میگن. بله این شناسنامه انگار جعلیه. آقای قاضی اونا خورده هستن، ببین خودتون. خب شناسنامه واقعی اگه دستشونه بذارم ببینیم شناسنامه واقعی کو. الان میدم کورتو بده شناسنامه رو به هم. شناسنامه آقای قاضی چرا شاهد ما رو انداختی تو زندان؟ باورم شناسنامه‌مو بیارم. برو بیا. چه سکوت جلسه رو بذاریم. آقای قاضی من تنفس میخوایم، برن شناسنامه رو بیارن. شناسنامه خودم بیارم. بابا شناسنامه بیار. یه کتاب بیار. بیستو هم میدازم این تو. آقای قاضی. الان شناسنامه رو من به شما ارائه میدم و نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، تکلیف این بچه چی میشه؟ بچه توی 2 ماه زندگی چگونه اینقدر بزرگ شده؟ مگه وقت استراحت نگرفتیم؟ آه راست میگی، باشه استراحت بفرمای. بله کجا انداختی؟ خود خانه زینب. آقای قاضی فامیلشو منو زد، باورم نمیشه. آقای قاضی یعنی چی اشتباه شد؟ اونا شمشیر دستش آقای قاضی. ایشون کوره. نه ایشون کوره. آره چی شما امیدشون حمله میکنه به ما. نمیبینم اینجوری. خب نیمه منو باز بزنه. دقیقاً. آقای قاضی لطفا رسیدگی کنید به این قضیه. شمس. من نمیدونم. شما بیاید. مثل اینکه کلا خانواده‌تون. باورم نمیشه. برو اینت. بری. مرسی روز بایتی، سلام به دختر که مثل ملک جهان. سلام چطوری روز بایتی؟ مرسی واسه روبید، ممنون از دل، خوش اومدی. آقای قاضی نها کنین، همین الان دارم می نویسنم. ببینین آقای نه خیلی من یه رسه روبید بفرمایید. آقای قاضی آقای قاضی بله آقای قاضی بفرمایید. بگیرید دیگه، 10 بار صداتون کرد. باید چند تا شما بید بیرون. بله بفرمایید.
سلام یوسف سیرنا، مرسی روز جان، مرسی واسه روبیت، ممنونم از دل. بار دیگه تکرار بشه کلا همینتون. بیا بیرون، بیا بیرون، بیرون بریم. نیبید دستانو بگیر، دستتو گرفت، بیا بارا. امیدوارم درست خوره. چی کارش داریم؟ کورتو تو بیا واسه سجاد. نمیتونن یه جا بایی سنید چون همش دارن تکون میکنن. کورتو برو واسه سر جات. بیا بیا دستتو گرفت، بیا اینجا بشین. جنون چه کارایی به آدم نمیکنه. کورتو بیا اینجا بشین. بگو بله بله. بگو زینب اذیتم میکرد، همه اینا رو الان بگو چون بعد خودت صحبت کنی الان. بله. آقای قاضی فکر کنم تنفس دارن میگیرن. اجازه صحبت دارم قاضی. الان بهت اجازه میده. خب اجازه صحبت میخواستین؟ بله. میتونی صحبت کن. بفهم. بله. بگو. ایشون منو همش اذیت میکردن، منو کتک میزن، من تهدید میکردن. باور کن این بچه ها مثلا شبیه من نیستش، چیش به من هیچ صدا میده، من بچه هم صدا نمیده. بگو که باب... گفته بود باباشو بکشیم. بله گفته بود باباشم بکشیم، مهریه هم نمیخواست بده. راست میگه این روز خواستگاری، حتی ویدئوش هم موجوده. روز خواستگاری ایشون فقط میگفتن که من اصلا مهریه نمیخوام، نمیخوام، من خودتو میخوام، از اینجور حرفا. بعد الان واسه من زبون در آورده. آقای قاضی وقت دفعون خواست تنت قاضی آنلاین. اولا که آزمایش چی؟ آزمایش دی ان ای نشون داده که ایلان بچه کورتوا و زینب، اینو دیگه نمیتونی تکذیب کنی. کورتوا تو کی وارد رسمیه این. خب بفرمایید. میتونم دو روز زینب کسی که از اون چیزی ببخشید شما آقای قاضی اصلا ایشون چرا یه رفع صحبت میکنه؟ کی از بچه گرفته آقای قاضی؟ خود قاضی، شما دارید خود قاضی هم زیر واقعا باورن هیئت مدیره و قاضی و همه رو زیر سوال میبرن. شما نمیخواید جذب سازی کنید آقای محترم؟ سکوت لطفا رو یاد خب زینب میخواد که حضانت ایلان و کورتوا بر عهده بگیره. منم نمیخوام. بچه میره پرورشگاه. من به عهده میگم. آقای قاضی یکی از دلایل اصلی طلاق همین بچه است. با قیافش نمیتونه کنار بیاد. خب این هم کچله، هم سیبیل نداره، هم اصلا یه ش... ایشون شکل زینبه که اینو گول زده، همیشه زیر ماسک بوده. ما یه بار قیافه عروس خانمه بدون ماسک ندیدیم. مال ماکسشو ببینی. آره ماکسش اصلا. آقای قاضی من یه دفاعی اعلام بگم، یه دفاعی بگم. اول اصلا صحبت آقای کورتو همش این بچه‌هایی هستن که مثلا 4 سالشون 5 سالشون میخوان با فامیل صحبت کنن، مادر یا پدرشون بغل گوششون میگه. ایشون یک کلمه از خودشون نگفت، همش داشتن میگفتن فلان چیزو بگی. ایشون اصلا یک کلمه خودشون، من نمیدونم ایشون 14 سالشون 12 سالشون چند سالتونه شما عزیزم. نه کوین اصلا نمیتونه، اول خجالت میکشه اصلا. خیلی بیاده، اما بی احترامی کردی. من چه بیاده آقای قاضی، شما بی احترامی رفت. بگو خب چند سالته، بگو تا برگای کوچهشون بریزه. من 60 سالم. بیاید، ایشون سنشون هم به ما دروغ گفتن، ایشون به ما گفتن 28 سالشون آقای قاضی. نه هیچ وقت 28 نبود. بابا چرا میگی 60 سالم؟ واقعی تو بگو. دیدین آقای قاضی؟ واقعیشو بگم. آره آره. دیدین همین الان اومدم بهشون گفتم بگو. گفتم دروغ کله قاضی. دیدین خودشون من کل حرفاشون اصلا دروغه. اب کنی من برم شناسنامه میاد. بیا شناسنامه شم هم روشن. تا این زینب از زینب هیچی واسه تو نمیماسه. به نفع ما باش. میری ای سیاده. آقای کارتو خیلی زشت. ما بعد 5 دقیقه بردیم. نمیخوام. بری.
نمیخوام. آقای قاضی منو مورد حمله قرار داده. نه نکن. ما اعتراض داریم. آقای پنتا باید پنده تنبیه بشه. اعتراضتون بعد از این دادگاه بررسی پنتا. منو زدن آقای قاضی. پنتا کوشی. من مطمئن شدم یه جور دیگه شما رو ببرم اونجا. این ماشین اوس نامه. خب بیا بیا. آقا شروع شد شروع شد. وایسی ساکت بس دیگه ساکت وایسی. بفهم. آقای قاضی منو هول دادیم بی شخصیت. برای تنبیهش بود چون برای من گوش ندید. شناسنامه‌تو بده به قاضی. پنتا به نفذ هماهنگ بشی بابا چون که هیچی به بس خاله من شما نمیشه. آقای قاضی میگم به من پیشنهاد رشوه میدم باورم نمیشه. دروغ میگه آقای قاضی دروغ میگه. شما شناسنامه کورتوها رو ببینید. آقای قاضی بفرمایید. خب اسم کورتوها کورتوهایی سن همون تو برابر میکنی. آره آره 16 سالته بله اشتباه خورده. بیاین آقای قاضی نه کنیم خودتون بدین شناسنامه رو من درسته محمد لایف مرسی امیر تاجیکا مرسی مثل دایتاتون. آقای قاضی تعداد زنهای ایشونم ببینید لطفا. خود قاضی اینکشون رو نیوردن بدی یه لحظه توهین به قاضی باورم نمیشه. توهین به آقای قاضی جبرده گفتم فراموش کردم. 16 بده خودم بخونم شاید اون تعداد زنشون. آقای قاضی دارید اشتباه میکنید چون 16 بار ازدواج کردن ایشون. آقا میتونست ازدواج کرده به شما چرا فشار میاد آقای مادر؟ هر 16 بارم ایشون از زنه به شما چرا فشار میاد؟ دوست داره ازدواج کنه نکتر بمید. چی؟ باید بیشتر از 4 تا 4 تا قانی بودی این 16 بار چه خبر؟ آقا دوست داره نشونده دیوانه است دیگه. نه شاید مشخصات همسرش چرا پره؟ خب نه ایشون چندی حتی آقای قاضی یه خط بین یه صفحه بین اومده صفحه بعدی هم هست جای فوت نوشتین صفحه بعدی هم هست. آره چون خودم چیز بودم. آقای قاضی نگاه کنید ایشون 3 تا زن داشتن که 3 تاشون فوت شدن حمله کردن زامبیا فوت شدن. خب بقیه زناش هم خب رفتن دیگه طلاق گرفته نتونستن با هم به توافق نرسیدن. سلام بیدر چطوری؟ بله رفتم. اینجا که 23 بار فقط ازدواج کرد طلاق گرفته. بابا اشتباه تو اینکتو نیم بردی. بابا شما اینکتو نیم بردی. این با آقای قاضی باورم نمیشه. تیتاز جف نده. آقای قاضی شما دارید اشتباه میخونید. ایشون کلن 13 بار ازدواج کردن که از این 13 بار 3 تاشون فوت شده 10 تا دیگه شو طلاق داده که با زینب میشه همون 10 تا طلاقیه. بله. بای چی صدا میده؟ یعنی میگید آقای قاضی اشتباه. آقای قاضی نها کنید فامیلشون هی داره راه میره نظم ما نمیذاره تمرکز. گرمیسی بیداشتی کجاست من نمیبینم. بیرونه بیرونه بیرون بیرون بابا این کوره پیشی دستشو بگیر این کوره پیشی دستشو بگیر ببرش تا بیرون این بر پیشی این بره پیشی برو دستشو بگیر ببرش برو برو بفرمایی. آقای قاضی میخوایی نفس کنید ما دیگه خیلی نفس کش. آقای قاضی بله خیلی رفتن تو فکر. آقای قاضی الان حضانت این بچه چی میشه؟ مهریه چی میشه؟ کوه نور رو کی میاد؟ من گردن میگیرم بچه حضانت بچه که تا وقتی که به عهده نگیرن هیچ کدومشون تا 7 سالگی بر عهده زینب. آخه خوبه ادامهش چیه؟ بعد چون که اینجا الان زمان زودتر میگذره الان باید کورتوها بر عهده بگیره. الان 7 سال شد آقای قاضی. خب نه نگاه کنیم واقعا 7 سالشه الان فکر کنم. ببینم الان 7 ماهش شد. نه این 2 سال و 2 ماهشه. بله این 2 سال و 2 ماهه چقدر سنشته بچه ها زود روش میکنه. آقای قاضی گفتی تو 7 سالگی با باشه باشه اشکانه کورتو هم میگیریمش میبرنش بیدیم به بهزیستی. بله بله نگاه کنید آقای قاضی. خب نمیخواد نگه داره بازور نمیتونه نگه داره که خود آقای قاضی شنیدید دیگه بچه رو میخوام بگیرم برام بکشن. ای
بعد تنتو تو چرا گردم میگیری؟ من رو به خودت مشکوک شدم. تو صد مافیای من دلم من... برای بچه آقای آقای قاضی چالش کسی نمیخواد. آقای قاضی این خانوم من دلم برای بچه سو خب بچه بره بهزیستی، من خونه دارم همه چیز میبرم نگهداری باشه. خب اگه ایشون اینقدر دوست داره بدید به همین ببره. بالا بریم باباره. آقای کورتوا حاضرین که سرپرستی بچهتون رو به آقای تنتو بدین؟ بله بله بگی ببرش. نگاه کن اصلا ایشون نمیدونم احساسات نه. ایشالا یکی دیگه. شما دارین جدا میشین از هم، یعنی مشکلتون یعنی این بچه بود، یعنی این بچه بره با هم دیگه میمونی؟ باورم نه، منظورش یه زن دیگه بود. بله یک زن. خب میخواید جلسه تعیین مهریه، یعنی چقدر بعد مهریه کورتوا بده، چقدر بعد بگیره اینا رو یه جلسه بعدی باشه؟ نه آقای قاضی به نظر نمیدونم باز خودت. ولی خب 30,000 تا هستش دیگه. 30,000 خب الان کوهنور چی میشه؟ کوهنور معادل با 30,000 تاست. اگه میخواد کوهنور رو پس بده 30,000 تا رو ما بهش بدیم، اگر نه کوهنور رو برداره ما دیگه 30,000 تا رو ندیم. شما طبق قانون باید 30,000 تا به زینب مهریه بدین. کوهنور ما رو بفروشیم، بفروشیم کوهنور رو. آره خب کوهنور رو بیاریم، کوهنور رو میدیم 30,000 تا جدا میگیریم. باشه اوکیه. 30,000 تا بود آقای تنز. 30,000 تا آقای قاضی من مدر خودش داره میگه 30,000 تا. خودتون گفتی 30,000 تا، تو میگه 30,000 تا. آقای قاضی ببینیم خوش داره میگه 30,000 تا. اینجا 130,000 تا بابا. 30,000 تا 30,000 تا گفتی تو، من دیدم 3,000 تا نگفتی. خب این خودت هم قبول داره 3,000 تا. بابا نه میگه 30,000 تا. سی سی کورتو بگو. 30,000 تا سی سی. نه آقای قاضی داره شما میگه اونجا، من شعر نگفت 30,000 تا سی گفتم. سی گفت سی. آقای قاضی لطفا درست مطالعه کنید. یه دقیقه دقیق تر ببینید آقای قاضی. اینجا زده که من عینکم بذارم این لحظه. باید من گفتم ایشون عینکشون. ما از اول داریم میگیم از همون اول عینک دو باید میگیم. 300,000 تا. سیصد عینک تو بردار. عینک تو بردار بابا، برداری بهتره. 300,000 تا چیه؟ اینه که تو برداد با این ازدواج نکن، قیافشو نهیدی ازدواج نکن، اینه بچت کچل بخواد. ببخشی همش تقصیر خودم، من دیگه اشتباهیم. آفری باورم. آقای قاضی میشه اینه که درست بزنی؟ آقای قاضی فکر کنم 3,000,000 اون. بابا 3,000,000 چی آقای تهدا؟ ما رو میلیون نخوندیم. 300,000,000 بیا ایشو خودشو نهید بدن. هنوز ابتدای تحصیل رو کنه. بابا آقای قاضی چقدر فکر بود، چقدر رو آقای قاضی دارم پرونده رو بررسی میکنم. تهدا باز آقای قاضی سر. بله هزار بار گفتم قبلش تحقیق کن. بعدم اون اگه 30,000 تا نشه شده 30,000 ریاله که معادل با 3,000 تا میشه آقای قاضی. بله بله اصلا من ننمیشتم اینجا زده که 300,000 ریال. بابا آقای قاضی شما اینه که تو در دروغ میگه مثل چی؟ اصلا من اعتراض دارم. آقای ما شما میشه نگاه کنید؟ بگیم میشه من یه نگاهی بندازم بیرون. شما که کوری. آیا قاضی یعنی بودم برای دست رو بگیر. دست رو بگیر. آیا قاضی درسته اما 30,000 تا. 300,000 ریال که میشه 30,000 تا.
بله. خب بفرمایید. باشه کوهنور رو، کوهنور رو شما یه تاریخی اعلام کنید، کوهنور رو بیارم به ما تحویل بدم، ما هم 30,000 تا رو میریم تحویل میدیم. اینو بعد خودتون دیگه حلش کنید. اگه به ما رفتین. آقای تنتنش یه لحظه تشریف بیارید. آقای قاضی همین الان یه چیزی من یادم افتاد. روزی که این آقای کورتوا، ایشون هم خود آقای تنتنش هم اینجا شاهدن. روزی که آقای کورتوا حضور نداشت تو قصر، پدر زینب خانم به تنهایی اومدن تو قصر و ما یک عدد یک رأس یوز پلنگ ایرانی و اصیل داشتیم که پدر خانم زینب زد کشت اونو. ما قرامت بله. اون یوز پلنگم می‌خوایم. دیگه آقای تنتنش خودت شاهدی. تو خودت شاهد بودی. یه ثانیه. دو برابر، دو برابر. آره آره. سه برابر. آره باش برابر. بله من شاهدم آقای قاضی. من شاهدم. مطمئنی؟ بله بله. من دیگه به عنوان وکیل ایشون شاهدم. بله بله. و بعد قرامت قرامت اون یک عدد یوز پلنگ رو شما حساب کنید. یوز پلنگ نادر بود اول از این که وقتی هم که کشته شد نادر خیلی ناراحت شد. باشه. میزنی حرف بزنم. راست میگن اون تازه میشه 40,000 تا. بله آخه. قرامت اون یعنی 10,000 تا هم میشه باید به ما بدن. بله بله. کوره چرا کرد؟ پیش دستمون رو بگیر اون کوره. خب بفرمایید. چون زمان دادگاه زیاد طولانی شد. بله. سعی میکنم زودتر تمومش کنی. ته این دادگاه ته دادخواستی که خانم زینب دادن با وکالت تنتا با مهریه 30,000 تا از طرف آقای کورتوا باید به خانم زینب داده بشه. بله. چقدر؟ 30,000 تا. بله. و پایان دادگاه رو اعلام میکنم. خب آقا یوز پلنگ چی شد؟ یوز پلنگمونو بدیم. آقای قاضی من شکایت دارم یوز پلنگ و شما بابا آنلاین درس میخونید تو رو خدا نهید سرم. ما 10 یوز داشتیم اینجا ولی الان نیست. درست میگه این 10 یوز پدر این 10 پدر این پدر این 10 یوز ما رو کش. یوز همون رو کشتن. آره. بعد شما چرا یوز پلنگ دارین؟ به خاطر این که ما داریم دیگه داریم. آقای قاضی چیزن مجوز غیر قانونی نیست. نه مجوز داری. مجوز با خودم بله. از که تا حالا برای یوز پلنگ مجوز میده؟ پرورشگاه یوز داری از دیروز. منو مسخره میکنی؟ نه منظورم یه سال پیشه. یه سال پیش اشتباه. ایلان چرا بزرگ؟ من گفتم زمان زود بنده. این چرا بزرگ شد؟ داوود بزرگ شد. اما میرم خودکشی کنم. الان اون منو به فرزندی قبول نمی کنم. وای تتا صدات رفت تتا. وای خدا لعنتت. الان اون وکالت منو قبول. آقای قاضی تا این بزرگتر نشده لطفا دادگاه رو بگی دیگه. اون 10 یوز ما رو لطفا بگی چی شد. چون خود شما یوز پلنگایی که داشتین غیر قانونی بوده به خاطر همین نمیتونم براش تشکیل پرونده بدم. کاری کن مجوز رو بکن تو چشش. مجوزه آقای قاضی این 10,000 تایی که این خانم داد بده 5,000 تاشو میدیم به خودتون. تمامش کن. حل حل. اوکیه. اوکی اوکی. خب چقدر الان مهریه بدیم؟ 5,000 تا؟ نه هیچی 10,000 تا هم تازه باید بگیم. آه خب. بله بله. 10,000 تاش کن. اوکی 10,000. کمتر کن. بابا اون کور رو بگیرید. کور همینطوری میکنه هر جا میره. پیش. اوکی. بفهم. خب هزانت این با کیه؟ اون دیگه خودش هزانت منو هم چون به سن قانون رسیده دیگه
بره پی زندگی خودش. بله بله برو دیگه تمومه. خب اختتامیه دادگاهه؟ بله پایان ما دادگاه. پیروز شدیم؟ بله بله دیدی تم دیدی دیدی ایزی ببین زینب خانوم ایزی ایلان بد نگات میکنه. آره ایلان بد نگات میکنه. آره باشه بیاد بریم بیاد بریم دادگاه رو تموم کنیم بیاد بریم. آقا یه جشن بگیریم، جشن آزادی کورتوا. جی جی بابا دیدی من وکیلتون باشم کارتم بیاد قصد شیشه جشن بگیریم.